اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. شهر بدخشان با لاله‌زاران در خون نشسته در سوی یاران، بانوی افغان دریای ایمان، سرو خراسان در کابلستان، با ریش و تزویر اسلام دیوان، در شهر جاری است اشک دلیران. آن سو سرودند پیران افغان، آواز آرش از جان و جانان. دردم به دل زد دشمن خرامان، از پنج شیرم تا شبرقانان. مسعود بیدار چشمش به ایران، حافظ به پاشو تا نوبهاران. فردوسی هم کو در دشت گریان، بازم سلازن در جمع یاران. علیرضا نوری‌زاده پنج شنبه 16 سپتامبر 25 شهریور ماه به شما سلام. امروز که میدونی دیگه خود خیلیم دوست دارید این روز رو. روز گپ و گفت با دکتر محسن سازگار. بنابراین بدونه که زیاد بخوام حرف بزنم، یه نکته رو فقط میگم. این برادر داماد آقای خامنه‌ای خب آرزوی وزارت خارجه داشت، آرزو هم بر نوجوانان عیب نیست، اما آقا فرمودن این نوکر ما عبداللهیان در مراتب نوکری از تو پیشرفت بیشتر کرد، همه جور آفتاب داری کرده و حالا وزارت خارجه اون باشه، تو بشه همه کاره بشه معاون. بالاخره اون که اسمش تو لیست تروریستاش جای قبولش نداره، تو میتونی بری سفر تو بشو معاون اول، معاون سیاسی، جایی که عباس عراقچی که با همه دلارات شدن ها و فرمایشات ما رو روی سر گذاشتن کلک بشد، مثل کلکی که به همه زدیم. همه اونا که در مراتب نوکری از ما خیلی جلو رفتن. ولی خب نوبت امیر عبداللهیان، بعد اون رو میوردیم. آقای امیر عبداللهیان باد به قبقب انداختی، به 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 معاونها رو ردیف بکنیم. یه معاون گذاشته که امور اقتصادی و اداری و غیر و غیر. این آقا سفیر ایران بود در روسیه و در چین. در روسیه که سفیر بود، روسا همون کلک سابقشون رو زدن. یکی از حمائم یا فرشته های KGB رو خدمت ایشون فرستادن، افلام یا فیلم هایی هم گرفتن و این آقا فعلا عطی الله و عطی و پوتین که اولو الامر ایشان آقای بود. بگذاریم، خود آقای خامنه ای هم یه جوری سرسپرده پوتینه. آقای دکتر سازگار عزیزم زودتر بیا جلو حرفای منو بگی. خواهش میکنم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما های دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. بله شما دیگه پرده ها یکی کنار میزنیم جلو میدیم. بله گازم شما بیه خود هادی خورسندی مطلبی نوشته بود خیلی جالب، تو مجله فردوسی چاپ شده. این آقای فقیه ایمانی داماد آقای خویی گفته که بله هر کی بره
حرم زیارت میخواد بره بکنه در کربوبلا، اگر کشته بشه میشه جز شهدای حرم. قاضی هم حسابی سر به سرش بود، سال من کاری ندارم، این آقازاده ای داشت، این آقای فقیمانی، همون کاری که احمد علی انصاری با خاندان پهلوی کرد، این آقای فقیمانی آقازاده‌ام با روحانیون لندن کرد. بیچاره یه پولی جمع کرده بودن، گفت آقا بده من پنج برابرش میکنم. پولا رو همه رو گرفت پاشو رفت ایران. البته خب خدا بهش مجال نداد، به کرونا مبتلا شد و رفت. حالا اون پول اون بیچاره معلوم نیست به کجا میرسه. دکتر عزیزم اجازه بده از کاری بگم که رژیم که همیشه دشمن فرهنگ بوده، دشمن ادبیات بوده، این سید علی آقا به خصوص که اولش ادای ادب دوستی و فرهنگ و موسیقی دوستی داشت، به خصوص در دوران ریاست جمهوریش، الان حمله ور شده بچه و الان این صالحی رو گرفتن، خیلی هم اذیتش کردن. خب بالاخره یک آهنگ خونده درون و احساسش رو ریخته بیرون. نظر شما چیه این حملات اخیر به هنرمندان؟ بله، اول عرض کنم این جوان که کارگر فلزکارم هست، کوماج صالحی، که خیلی هم وحشیانه به منظرش هجوم بردن، 12 نفر مثل که با 4 تا ماشین و غیره ریختن و همه لپتاپ و تلفن و غیرهش هم بردن حسب معمول. جوانی است که کارهای موسیقی رپ میکنه، ویدیو کلیپ هایی میسازه و این سوراخ موش بخر که منتشر شد بسیار هم به نظر من تو سبک رپ کار شسته رفته و جالبیه. واقعا کم از سلطان رپ امینم نداره و این بسیار معترضانه است. در واقع شاید هرچی مردم توی خیابونا میگن و به خصوص آبان 98 یا دیماه 96 توماج توی این ویدیو کلیپش با زبان موسیقی و رپ بازگو کرده. و یک نکته مهمی هم آقای دکتر در همین موسیقی هست که فکر میکنم از هوش ایشون باشه و اون این که در واقع داره به مزدورای رژیم میگه برین سوراخ موش بخرین، انقریب سرنگون میشین. البته در امان نمیگذاره، یعنی از چه میدونم نایاک در خارج تا خانم الهه هیکس تا این اون اسامی که پشت هم به سبک رپرا ردیف میکنه و بعدم مامورای رژیم، خلاصه میگه عمرتون سر اومده، برید و سوراخ موش بخرید، فرار کنید. من فکر کنم آنچه که ماها امثال ماها که شغلمون سیاسته، بر اساس شنیده ها اطلاعات درون حکومت و ارتباطات که شما هم دارین به دستمون میرسه که چگونه محرم ترین جاهای حکومت الان شکاف برداشته و دارن بهش پشت میکنن، دستگاه اطلاعاتیش، تو خود بیت رهبریش و غیره. این هنرمند جوان و معترض حالا به فراست و با شمع هنری و احیانا هم با اطلاعات به خوبی دریافت کرده و بیان کرده. به هر حال همین ها بعدن به نظر من بهترین آینه خواهد بود که هر مورخ این دوره رو بنویسه و این دوره گذار رو و شکستن استخوان‌های حکومت رو میتونه در آینه این هنرها ببینه. اما راجع به نفس کار آقای دکتر نوری‌زاده، ببینید نقش هنر برتر از گوهر آمد پدید، واقعا نقش شعر، نقش موسیقی، سینما، تصویر و کلاً امور فرهنگی در شکل دادن به افکار مردم، در بی رسوا کردن دیکتاتورها و مستبدین و بعد هم جهت دادن به اعتراضات
مردم و به میدان آوردن مردم در تمام دنیا نقش درجه اولی بود. در تمام دنیا، یعنی وقتی سرهنگا در یونان کودتا کردن، این ملینا مرکوری که شد سفیر در واقع آزادی خواهی یونان و فیلم هایی مثل زد یا حکومت نظامی و امثال کارهای میکس تئودوراکیس، خود برای تئودوراکیس، برای تئودوراکیس واقعا اخیراً هم فوت کرد. بله زبان بله. یا وقتی شب روی شیلی رو گرفت، اون آهنگ معروف شب روی شیلی، یا آرژانتین وقتی اون نظامی ها بودن برای من Don't cry for me و Don't cry for آرژانتین و به خصوص در اروپای شرقی، به خصوص در اروپای شرقی موسیقی های معترضانه، چون کمونیست ها هم کاملا توتالیتر بودن، کمونیست ها هم کاملا مثل آقای خامنه ای ارودست، حالا شما گفتید خداوندگارش پوتین هست، واقعا ارودست کمونیست ها نگاه کردن، ارودست شوروی نگاه کردن، روش های کاگبه رو در دستگاه اطلاعاتی به کار میبرن، همون کارا و همین دسترازی به تمام وجوه فرهنگ کشور، همه چیز رو کنترل بخوان بکنن، بخوان انسان قالبی بسازن، این مشی حکومت های توتالیتره. و اونجا ها هم در اروپای شرقی و شوروی جوان هایی که موسیقی های زیرزمینی به اصطلاح تولید میکردن نقش بزرگی داشتن، کمان که در جمهوری های بالتیکی نهایتاً و یا تا حدی هم جمهوری چک کنسرت های موسیقی در فازهای نهایی هزاران هزار نفر رو جمع میکرد و عملا تبدیل به تظاهرات میکرد. دکتر سازگارا اگه دقت بکنید در دوران مشروطه ما، یعنی شما فکر کن موسیقی چه اون دورانی که هنوز ایران تعداد بی سواد ها، خب 95% بی سواد و جامعه مذهبی و همه اینا، شما یه دفعه از خونه جوانان وطن چه حالی پیدا میکنه، یا اپرات های بهار و عشقی و و اینا واقعا در اون زمان مؤثر بوده، تکون میداده، تا همین امروز هم مؤثره آقای دکتر. بله تا زنده یاد واقعا فخر موسیقی ایران استاد شجریان، شما ببینید با یه آخرین کارش، بله، و بعدم این آخرین کارش که رضا علامه زاده یک ویدئویی هم روش گذاشته، بله، خواسته بوده تا آخرین نفس در واقع به شعر معروف رو دوباره بازخوانی، بله، کرده و در هر مقطعی موسیقی هایی که او تنظیم و اجرا کرد و خوند، اشعاری که انتخاب کرد متناسب با شرایط مردم، تفنگت را زمین بگذار در جنبش سبز که استاد شجریان خوند و امثال هم نقش درجه اولی داره. و الان واقعا به دلیل اینکه دست کم جوانان موسیقی رپ رو شاید بیشتر از سن ماها بپسندم، تو من خودم هم مشتری خیلی از این رپ ها هستم و چون کارهای زیبا تو هر ژانر موسیقیایی زیباست، بله بله درست، از موسیقی کلاسیک تا رپ شما تو هر ژانری میتونه موسیقی خوب باشه. به هر حال من به نظرم وقتی آدم میبینه ده ها گروه زیرزمینی در ایران موسیقی تولید میکنن و یا جوانانی مثل همین توماج این گونه شجاعانه صدای اعتراض بلند میکنن، کاملا معلوم اون جامعه در چه تب و تابیست و اعتراض چگونه شکل میگیره. یک زاویه دوم هم آقای دکتر میشه نگاه کرد در سطح عموم، اون هم جوک ها و آنکدوتایی که مردم میسازن. به قول جورج اورول نویسنده انگلیسی میگفت هر جوک یه انقلابه، شوخی هایی که میکنه، مثلا در لهستان اساسا یک گروه معروف شدن به نارنجی، اسم نارنجی رو به طنز انتخاب کرده بودن برای اینکه کمونیستا قرمز بودن، کلیسا سفید بود، اینا میگفتن ما قاطی ایناییم نارنجی، و یک میجر میگفتن رئیسشون سرگردی، ولی سرگردم نبود، معروف شده بود به این، و یک کرکتری خلق کردن، کرکتری به اصطلاح کارتونی کوتوله‌ای که به در و دیوارم می‌کشیدن
الان اصلا موزه درست کردن در لهستان. بله. اون تصاویر. و هر هفته مردم لهستان، موقع حالا اینترنت هم نبود، مردم لهستان منتظر بودن دست کم هفته یک یا دو شوخی از اینا بیاد بیرون، و ذوق خیلی خوبی هم لهستانیا دارن، و دهن به دهن میچرخید، پخش میشد، و حکومت رو سکه یه پولون کردن، و بسیار هم زیبا و بسیار هم دیدنی. و الانم من واقعا شوخی هایی که جوونا میسازن نگاه میکنم، میبینم گاهی به قدری ظریفه و به قدری زیبا، از خلاصه شاید 10 کتاب توی یک شوخی و یک جمله توی دو تا خط گذاشتن و با عمق جامعه نفوذ میکنه. بنابراین میخوام بگم آقای خامنه ای اینی که فکر میکنه توماش رو بریزه دستگیر کنه، تنها کاری که بلدن ایجاد وحشت کنه که کسی از این کارا نکنه، درس نگرفته که این همه سال این کارو داری میکنی، وقت از هر یه دونه توماش 10 توماش خلق شده و هر کسی رو تو سرکوب کردی. از یه جوک مثلا تو شبکه‌های اجتماعی خیلی این ارتش سایبری مراقب شخص خامنه ای جوک نسازن، حمله میکنن میگیرن، اما دیده از به جای یه دونه 100 تا ساخته میشه. و بعدم یه بخش از ایرانیام خارج از ایرانن دیگه، زورشون نمیرسه بریزن بگیرن. جوانای خوش‌ذوقی که اومدن خارج و دیدید حتی کلیپ میسازن و کارا این گونه میکنن با شوخی و جوک و دست انداختن حکومت. میخوام بگم دکتر یه چیز جالب، حکومت دهنشو باز میکنه، دهنشو باز میکنه. یه مجموعه این طرف نشستن، حالا غیر از ماها که نقد میکنیم، بحث میکنیم، تحلیل میکنیم، بلافاصله این گفته های رژیم رو در بعد مسخره و مضحکش بهش میرسن. واقعا جالبه، من که حیرونم از این ذوق این ملت ما. واقعا. و حتی الان برای افغانستان واقعا واقعا ایرانی ها، ما ایرانی ها به اصطلاح سنس آف هیومر و ذوق شوخی و جوک ساختنمون خوبه، آنچنان که طبع شعرمون خوبه. مثلا آلمان ها اصلا همچین ذوقی ندارن، بی‌نمک‌ترین جوک ها آلمانیه، انگلیس ها خیلی دارن، یا امریکایی ها هم خوبن، و ما ایرانی ها هم جزو مللی هستیم که ذوق دست انداختنمون خوبه، ظرفیت زبانمون خیلی خوبه برای این. و اینها میخوام فقط اینو عرض کنم، نقشش رو اصلا شما دست کم نگیرید، اصلا. بله. اصلا. بله. یعنی در تمام اعتراضات عمومی و مقاومت مدنی در سراسر دنیا نقش درجه اولی فرهنگ داشته، و بین وجوه مختلف فرهنگی موسیقی شاید با فاصله از همه هم جلو بوده. موسیقی که اون وقت در ایران به هنر کلام و شعر فاخر فارسی هم آراسته است، و بعد هم در بعد دیگه نوشته و داستان و رمان و غیره، ولی جوک و شوخی و طنز، و اون هم گاهی طنزهای سیاه تبدیل میشه، گاهی هم طنزهای خیلی فاخری آدم ببینه هست. اینها در رسوا کردن حکومت، در بی اعتبار کردنش و در جهت دادن به اعتراضات مردم فوق‌العاده نقش بالایی داره. این رو هم عرض کنم و عرضم تموم کنم، یه دوست طنزنویسی داریم، یه بار صحبت میکردیم، میگفت کار ما رو به نوعی سخت هم کردن، برای اینکه این آخوندها انقدر مسخره حرف میزنن که ما هر چی بخوایم بگیم به گرد پای اینام نمیرسیم. یعنی حتی هم بخوایم اقراق کنیم یه چیزی بگیم به گرد پای اینا نمیرسیم. البته خوش باز یه جهت راحت هم کردن، کافی سیکایشو برداری نقل کنیم. بله. از سر جوکی هم خنده دارتر. دکتر سازگارا، چون موضوعات مهمی داریم امروز، اجازه بدید من، چون شما خیلی پیگیر مسئله کرونا هستید، آخرین گزارشان از شما بپرسم در باب کرونا. ببینید در مورد کرونا، همطور که متخصصا پیشبینی میکردن و میکنن، این موج دلتا که مثل یک لشکر جرار این سویه جدید دلتا به کشور ما هجوم آورد، و چون مردم واکسینه نبودند
دروازه های باز بود روبش همه جا. رفت از تقریبا تیر ماه اگر بگیم وارد شد و مرداد رفت به اوج و شهریور الان هر کی باید بگیره داره میگیره و هر کی باید فوت بکنه داره فوت میکنه. این موج از پیک داره سرازیر میشه پایین، یعنی به طور طبیعی یه جور ایمنی جمعی پیدا میشه. در هند هم همین شد. در هند هم ظرف 3 ماه 2 میلیون آدم مردن و بعدم یه مرتبه خوابید. الان در ایران هم این موج کشتارش رو داره میکنه، اندکی شاخصش رو به پایین اومده و احتمالاً متخصصا پیش بینی میکنن در ماه مهر با و از نیمه های مهر با اون طرف موج فروکش میکنه و شاید مثلا برسه به روزی 50-60 مرگ، در حالی که الان بین 2000-3000 هست. متاسفانه سویه جدیدی ممکنه از راه برسه، یعنی باز همه دنیا دارن اخطار میکنن که این سویه میو یا لاندا دو تا سویه جدید به خصوص اون که در امریکای لاتین اصطلاح جهش کرده، اون احتمال داره دوباره از آبان و آذر ماه در کلش پیدا بشه و اگر مردم تا اون زمان واکسینه بالای 60-70% نشده باشن مجدداً کشتار خواهد کرد. این در مورد واکسن هم خب بیش از 38 میلیون اینطوری که گمرک ایران آمال داده از سینوفارم چین وارد شده، بعد با فاصله خیلی زیاد چند میلیون آسترازنکا وارد شده که عمدتاً در چارچوب طرح کوواکس و سازمان بهداشت جهانی بوده. البته دو کشورم هدیه دادن، ژاپن و اتریش. بعد اومد اسپوتنیک روسیه بوده که متاسفانه همین آقای سفری که میفرمایید و اعوان انصارشون صحبت 60 میلیون به ایران واکسن میده نمیدونم اینها، همون موقع هم همه متخصصای دنیا گفتن، آقا دوستان ایرانی که متخصصه گفتن روسیه ظرفیت ساخت واکسن نداره، برای خودش هم نداره، این حرفا چیه میزنید؟ و همین هم شد، روسیه 500,000-600,000 واکسن داد و الان اتفاقا به کادر درمان چون اسپوتنیک زده بودن اندازه گرفتن، آنتیبادی لازم رو هم نمیسازه، اشکال داره و حتی صحبت از این است که کادر درمان رو مجدداً یک دوز سوم آسترازنکا بزنن و میگن قرار مثلا به 50 میلیون دوز واردات برسه که البته میدونید 50 میلیون دوز میشه 25 میلیون نفر تا 60 میلیون، 65 میلیون که باید واکسینه بشن، چون الان نوجوانان رو هم همه دنیا میگن بهتر واکسینه بکنن، باز ما شاید 100 میلیون واکسن دیگه نیاز داریم. یعنی این خیانت چه عرض کنم، جنایتی که آقای خامنه‌ای مرتکب شد و این جنایتی که این مخبر قلک آقای خامنه‌ای مرتکب شدن، چون این واکسن برکت هم گفته بودن تا آخر شهریور 50 میلیون دوز میدیم، خودشون گفتن 5.5 میلیون دوز تحویل وزارت بهداشت. دکتر سازگارا ببخشید اینم میخوام اضافه بکنم. ببینید وقتی فرمانده کل سپاه هنوز این نادان داره اینجوری میجنگه با واکسن های آمریکایی و انگلیسی، آدم نمیدونه در این مملکت خامنه‌ای که الان دو ریالیش افتاد و فهمید چه کار بدی کرده، چه خیانتی کرده، نمیتونه توی دهنه این بزنه که خفه شد دیگه بس، چرا اینا ادامه دارن میدن این بازی رو؟ آقای دکتر والا این آقای حسین سلامی شما میبینین دیگه، حالا محسن رضایی هم حرفای چرت و پرت میزنه یا اون رحیم صفوی هم میزد، خدایشون عزیز جعفری کمتر حرف چرت و پرت میزد، بله این فرمانده های سپاه، ولی این حسین سلامی دیوانه است، واقعا شیرین عقله، جدا میگم، یعنی آدمی که اینجوری حرف میزنه عقل درست حسابی نداره اصلا. و
من راستشو بگم تا یه زمانی فکر میکردم خامنه ای برایش چون بلا قربانگویی مهمه، همین آدم های اینجوری رو میخواد ابلهتر براش بهتر، ولی از یه جایی به بعد بیندم چه رسیدم یه سری چیزایی که اینا میگن خود خامنه ای هم همینطوری فکر میکنه. یعنی اینی که واکسن برکت، ببینید یه زمانی آقای مطهری نوشته بود که روحانیت شیعه عوام زده است. دکتر سروش تو همون مقاله سقف معیشت بر ستون شریعت که خیلی اصحاب دردسر شد که میگه روحانیت نباید پول بگیره بابت تبلیغ دین، اونجا میگه روحانیت چیه؟ اصلا عوامه، عوام زده چیه؟ خودش عوامه. یعنی این حرفایی که میزنه نه اینکه فکر کنین فقط دنبال عوام را افتاده، نه تاریخ خوندن این آخوندان، نه فلسفه خوندن، نه علم کلام خوندن هیچ کدوم، نه دنیای جدید خوندن. اینا چیزی که خوندن یه فقه و اصول و یه کتاب 700 سال پیش یا ماکسیموم 200 سال پیش شیخ انصاری بوده و فهمشون همینقدره. من به همین سیاق میگم من واقعا در پاره زمینه ها به این نتیجه رسیدم این آقای خامنه‌ای فهمش همینقدره. یعنی اینی که آقای مخبر میاد میگه ما واکسن رو میسازیم نمیدونم پارسال، و البته حالا معلوم شده که 1 میلیارد دلار پول گرفته از دولت بابت ساختن این واکسن که هیچیش هم تحویل نداده و البته این پولا رو هم میده به خامنه ای برای کاراش. منافع مالی و مادی رو نباید فراموش کرد و فسادی که در توسط شخص خامنه ای میشه و اعوان انصارش، ولی فهم این آقای خامنه ای هم همینقدر. یعنی این شعور رو نداره که صدا کنه 4 تا متخصص رو تو دهن این مخبر وقتی بهش این حرف رو زده بوده بزنه و یه بار بشینه نگاه کنه ببینه آخه واکسن سازی یعنی چی، چرا باید واکسن رازی رو کنار بذارن یه جای نو که 60 سال سابقه داره بیان یه جای نوپا رو بذارن، دنیا رو یه نگاهی بکنه، نمیدونه از متخصصهای دنیا بپرسه. و به همین سیاق به نظر من این حرفای صدمن یقاز و مزخرفی که امثال این حسین سلامی شیرین عقل میزنن باور کنید بخشش حرفای خود خامنه‌ای هم. من اینا رو وقتی فهمیدم، ببینید این احمدی نژاد وقتی راه افتاده بود 500 تا آدم دنبال خودش راه مینداخت میرفت شهرستان و بسیار احمقانه یهو میشه 100 تا دستور میداد اینو بسازین اینو ببندین، انگار نگار اون مملکت سازمان برنامه داره، انگار نگار یه دورم زد منحل کرد. و خب این چه جور مدیریتیه؟ یک مش ارتباط پروژه نیمه تمام رو دست کشور گذاشت، مسکن مهری که به قیمت تورم بالا تموم شد و خیلیاش وسط بره بیابونی بود که زیر ساخت نداشت، راه نداشت، جاده نداشت، آب نداشت، برق نداشت و کارهای احمقانه اینجوری. ولی یه بار همین آقای خامنه‌ای بسیار تمجید کرد از این روش مدیریت که این که میگن مدیریت جهادی و رفت و من اونجا کاملا فهمیدم ایشون هم فهمش هم مدیریت همینقدر، یعنی همینو میفهمه. به هر حال من عرضم رو بخوام به پایان برسونم، به نظرم این جمله‌ای که ما ایرانی ها داریم میگیم شاه خوبه اطرافیاش بده، این جمله غلطیه. شاه بده که اطرافیاش بده، یعنی از کوزه همان بارون تراوت که درو. اینایی که مدیرای درجه اول آقای خامنه ای هستن، فرمانده سپاه، نمیدونم رئیس قوه قضاییه یا همین رئیس دولت یا اینایی که دورشن، اینا آینه شخص آقای خامنه ای، یعنی این آقای خامنه ای است که اینجوریه و این شکلیه که اینا دورشن. اگر لایق بود، اگر با فهم بود، ببینید رضا شاه در تاریخ ایران سواد نداشت ولی واقعا جایی در حدای نبوغ بود. شما رجال دور رضا شاه رو نگاه کنید، بله هنوز مملکت چون رجالی که دست پرورده مشروطه بودن البته، ولی این رضا شاه بود که اینها رو به کار میگرفت. بنابراین میخوام بگم یا امیر کبیر یا دیگران در تاریخ خودمون میشه این تئوری رو آزمایش کرد که آدم لایق آدم های لایق دورش هم میشن و آدم آقای دیوانه شیرین عقل دیوانه های شیرین عقل دورش هم. دکتر
رضا شاه همچین آدمایی هم برای پسرش گذاشت. بعد خود زمان پسرش هم یه همچین آدم ها شما اونجا نگاه میکنی، از قوام سلطنه و مصدق میبینید تا عالی خانی، و به هر حال مملکت آدم داشت، ولی الان آدم نیستن اینا که پیر. الان مملکت و خارج دیاسپورا پر از ایرانی لایقه. وقت تو مملکت ما باید رئیسی شش کلاسه بشه رئیس جمهور. بذار ببین درنگ کوتاهی بکنیم و یه صدای نازنین رو بشنویم و بازگرد. با درود دوباره و درودی به آزاده هوتل. دکتر سازگار عزیزم، بریم سر تحولات داخل. خب آقای امیر عبداللهیان علی آقای باقری رو آوردن و معلوم شد که ایشون مکلف به این هستن که مسئولیت آقای عراقچی رو انجام بده. یه سوالی از شما دارم. تا اونجایی که ما میدونستیم عراقچی در واقع نماینده خامنه‌ای بود در اون پست و مقامش، مذاکرات هم که میکرد او رو بیشتر از ظریف بهش اعتماد داشت. تو واقعا کنار گذاشتن او رو برای این میدونی که واقعا دولت باید یک دست در سطح و لول همین رئیسی باشه؟ چی بود این قصه ای که آقا باقری باید جای او بره گفته بود؟ به حال این آقای باقری رو دل بیت بونده بود، اینو بعد یه جایی میداشتن، هم به قول معروف منا اهل البیت برادر داماد آقای خامنه‌ای، برادرزاده آقای مهدوی کنی درگذشته است، و هم اینکه ایشون دانش آموخته اون دانشگاه امام صادقه و مشق این همین روابط بین الملل کرده و از معدود کسایی است که خب دوره سعید جلیلی هم که مذاکره کننده بود تیم سعید جلیلی بود. بله. و بعد هم ایشونو بعد یه جایی میذاشتنش. حالا من همش نشستم ببینم اون سعید جلیلی رو هم جایی میذارنش یا نه. ولی آقای با امیر عبداللهیان، ببینید بذارید اینجوری بگم، این آقای خامنه‌ای یه شعار مزخرف داد این تمام این سالیان، و امثال روحانی و ظریف و عراقی و اینا جلوی پرده بودن، اینا با بدون نظر خامنه‌ای هیچ کاری نمی کردن، ولی رفتن برجام و مذاکره کردن، امضا کردن، در واقع یه مقداری با دنیای غرب و آمریکا آشتی کردن که فشارا هم کم بشه مملکت بلکه را بیفته. اما یادمونه آقای خامنه‌ای اون ژست انقلابی و اینها رو با وجود که 17 جلسه در حضور خودش گذاشته بودند به گفته علی لاریجانی، خط به خط برجام و در جریان بود، اما این ژستی گرفت که انگار راضی نبوده و همون فوشا به امریکا و به غرب و غیره. و اینایی که الان اومدن سر کار تمام این سالیان کسایی بودن که همون شعارا و مزخرفات آقای خامنه‌ای رو تکرار کردن و اومدن سر کار. تو مجلس هم همینه، اونام همینان. و بنابراین الان بنبست آقای خامنه‌ای این است که دیگه یه فیوزی نداره اون جلو بذاره که اونا برن آشتی ها رو بکنن اینم جستشو بگیره. اگر بخواد، یعنی الان اگه بخواد آشتی هم بکنه باید خودش بکنه. و اینا البته بی شخصیت تر از اینن، اینایی که گذاشته سر کار فردا دنبالش ریسه میشن، همه دوباره را میفتن که آقا فرمودن، پیغمبرگونه فرمودن و به موقع انجام دادن و اینا، هرچون رو عوض میکنن. ولی این عوض کردن به هر حال این تیمی که الان چید و آورده سر کار، بیل دیگ بیل چغندر، اینا همشون به هم میان دیگه. یعنی امیر عبداللهیان وقتی وزیر خارجه است، آقای باقری رو بعد معاون سیاسیش باشه که فوش به برجام داده، اصلا گفته غلط بوده، خود امیر عبداللهیان هم این حرفا رو زده و حقوق بشر رو گفته باید ما با دنیا چالش کنیم، زیربار نریم که نقض حقوق بشر میکنن، مقابله کنیم، و یه همچین اوهامی هم داره، یه همچین آدمی شعاری و از اینجور حرفا زدن. بنابراین میخوام بگم عراقچی حالا هر چقدر هم اگر مورد اعتماد بوده، نزدیک بوده، ظریف هم مورد اعتماد بود، ظریف دیپلمات آقا بود،
ولی مشی اونها مشی بوده که الان اون مش عوض شده. کسایی اومدن سر کار که تفاوت دارن و اینا در واقع اساره جون خود همین آقای خامنه ای هن. خودم نیست کسی از فامیلش در واقع حالا باید بره بشه معاون سیاسی. این به معنی این نیست که یه سیاست دیگه ای هستش. ولی ببینید از اون طرف آقای خامنه ای در واقعا در بن‌بست گیر کرده، برای اینکه این حرفایی که زده و اینا هیچ هنری نداشتن جز اینکه حرفای خودشو تکرار کردن، معنیش اون وقت این است که باید از برجام بیاد بیرون. ولی میدونه اگه بخواد از برجام بیاد بیرون پول خبری نیست. و بعدم این اروپایی ها که تا الان لک و لک کردن، کافیست یکیشون تصمیم بگیره بره شورای امنیت، اون مکانیزم ماشه که در برجام هست، تمام تحریم های سازمان ملل هم برمیگرده. اگرچه تحریم های آمریکا به تنهایی خیلی موثرتر از سازمان ملل، ولی وقتی که سازمان ملل تمام دنیا موظف میشن همکاری کنن، فقط از ترس آمریکا نیست دیگه. میخوام بگم از اون طرف به پول برجام احتیاج داره و باید یه راهی براش پیدا کنه. یعنی ببینید این رئیسی که به قول یکی از کارشناسای دستگاه های کشور او به من میگفت، میگفت جلسه گذاشته بودن و ما توضیح براش دادیم، تیمی بودن از وضعیت اقتصادی کشور، از جلسه که اومد بیرون بعد هم برای من تعریف میکرد، میگفت اصلا این آدم صورت مسئله رو هم نمیدونه. اولا از خنگیش خیلی میگفت، خب اینو همه ما هم میدونستیم، خیلی آدم خنگیه. و بعدم میگفت این آدم اصلا نفهمیده چی رو تعویل گرفته. تازه اگر میگفت فهمیده باشه بعد از 200 نفس زدن ما تازه داره میفهمه اوه اوه چه مملکتی رو تعویل گرفته. اگر تازه خود این دوستم هم شک داشت این انقدر فهمیده، ولی میگفت معلوم بود اصلا این نمیدونست کجا اومده، نمیدونست رئیس دولت وضع فعلی شدن چی. میخوام بگم حتی رئیسی با همه این خنگیشم الان که پشت اون میز دولت نشسته میفهمه و فهمیده که مملکت نمیتونه اینجوری تحریم باشه. این تورم، این بیکاری، این گرفتاری، این گرسنگی، این فقر، این مشکل آب و و و و و و صد تا کار باید بشه حل شه، ولی در حضور این تحریما خیلیش حل نمیشه. اون مزخرفات اقتصاد مقاومتی و میسازیم و درست میکنیم که دو سیر نخوشی توش نمیشه پیچید که اینا به هیچ دردی نمیخوره. میخوام بگم از این ور خود خامنه ای هم این الان حواسش همش به این نیست که بلکه این 60-70 میلیارد دلاره یه جوری آزاد شه، و برای اینکه او برای داخل ایران نمیخواد، اون برای لشکر ارازل تروریستش میخواد در عراق و سوریه و لبنان و غیره و غیره، برای اینکه حساب کرده روی اینکه اگه مردم شروع کنن 60,000 تا از اینا بیاره بندازه به جون مردم، روی 60,000 تا نیروی خارجی حساب کرده برای کشتن مردم، چون میفهمه که نیروی سرکوب خودش مسئله داره، نمیتونه اگر ابعاد دو برابر تقریبا آبان 98 بشه، خودشون هم میگن نمیتونن کنترل کنن ابعاد اعتراضات مردم و فکر کرده از خارج ورداره بیاره، در حالی که اون خودش بسیار بازی با آتیش بدتریه، برای اینکه مردم ما رو به شدت عصبانی تر خواهد کرد. میخوام بگم در صورت اینی که میگم خودشو در بن‌بست قرار داده، امثال شعارهایی که داده، یه دولت درست کرده همون شعارها رو میده، ولی از اون ور به این پوله احتیاج داره و رئیس دولتش هم داره دوزریش میفته که ایداد بیداد مملکت دارید اینطوری نمیشه، و این آقای باقری هم حالا تو سرش میزنن که این شعارها رو باید بذاری کنار. بنابراین به این دلیلم هست که اینا واقعا هی میگن که وقت میخوان تا بیان سر میز مذاکره، چون دائما حتی روسا و اینا فشار میارن که خب زود بیاین بشینین، چون آخرین بار که عراقی مذاکره کرد گفت دیگه همه حرفا رو زدیم نهایی شده. بله بله کامل دولت ها باید تصمیم بگیرن، منظورش هم دولت ایران بود و اینه آمریکا تصمیم گرفته بود. دکتر شما یاد بشه
اگه یاد باشه عراقچی تو آخرین باری که رفت وین داشت برمیگشت گفت ما پیشنویس هم نوشتیم، مصوده رو در واقع نوشتیم و یه امضا میخواد. یه نکته دیگه هم به نظر من قابل تحمله. آقای گروسی که رفت ایران با این آقای اسلامی گفتگو کرد، اظهار خوشحالی کرد که توافق شده، ولی بعد که جزئیات مذاکره اومد بیرون، نخیر، جمهوری اسلامی هنوز دبه کرده، خیلی جاها رو نمیخواد باز کنه. بعد این اورانیومی که اونجا کشف کردن و میزانش بالا بوده، بعد گزارش نیویورک تایمز و اینا که چند روزه در اومده مبنی بر اینکه ایران چند ماه دیگه میتونه سلاح هسته‌ای تولید کنه، آیا آمریکایی‌ها بر سر همون اشتیاق گذشته هستن یا شما یه تغییری در عملکردشون مشاهده میکنید؟ الان که حالا طالبان هم اومده و گفته میشه القاعده تا 2 سال دیگر خطری برای آمریکا خواهد بود، من نمیدونم آقای جو بایدن چی کار داره میکنه، به کجا داره میره. متاسفانه این وزیر خارجه‌شون هم یه کسیست که کپی آقای جو بایدنه. من خیلی امیدوار بودم به ایشون و همینطور به ویلیام برنز، شخصی که میشناسمش از نزدیک و حالا رئیس CIA شده بود، فکر کردم اون با هوشمندیش مانع از این کارو بشه. شما چه وضعی می‌بینید در واشنگتن؟ ببینید کابینه آقای بایدن هم شکل خودشه، همون بحث قبلی مون، اطرافیان ایشون هم به هر حال دوستانی رو انتخاب کرده، امثال آقای آنتونی بلینکن، شاید فکر میکنم 30 سال حتی بیشتر یار نزدیک آقای بایدن بوده و دیگرانی هم که با ایشون کار میکنن. بنابراین تیمی که هستن الان، آمریکایی‌ها هنوز همون حرف قبلی رو میزنن، یعنی 2 تا نکته دارن. یکی اینکه با اروپایی ها میخوان حرکت کنن، برعکس ترامپ که با اروپا در افتاده بود و به اصطلاح این ترانز اتلانتیک رو، دو سوی اقیانوس اطلس رو شکاف ایجاد کرده بود، این یکی از استراتژی های اساسی دولت بایدنه که با متحدین اروپایی همراه میخواد حرکت کنه. این یه نکته است. نکته دیگه راجع به اتمی هم من قبلا هم عرض کردم، وقتی بهشون بگی آقا آخه این حکومت ها چه فایده ای داره و یا جمهوری اسلامی اینطوری تروریسته، اینطوری نقض حقوق بشر میکنه، اینطوری اینطوری، یه پاسخ دارن، میگن همه اینایی که میگی درسته، ولی این موجود وحشتناک اگه بمب اتمی داشته باشه که خطرناکتره، بنابراین ما باید اینو از بمب اتمی دورش کنیم. 2 تا راه حل داریم، یا باید جنگ کنیم یا باید بریم مذاکره کنیم. جنگ نمیخوایم بکنیم، پس باید بریم مذاکره کنیم. اینا البته حاضر نیستن راه حل سومی رو بشنوند، و اون نیست که این حکومت دشمن ترین دشمنش ملت ایرانه و قدری تمرکزشون رو بدن روی پشتیبانی از ملت ایران. ملت ایران خودش وظیفه‌شه و بلده اون حکومت رو خودش به دست خودش عوض خواهد کرد. الان جایی رسیده کشور که در آستانه تغییرات بزرگ قرار داره. به هر حال نه، در واشنگتن به همون پاشنه قبلی میچرخه و کماکان همین پاسخ رو دارد. البته آقای بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم گفت اگر برجام جدیدی نوشته بشه، اسرائیل میشینه نگاه میکنه ببینه اگر ایران انجام داد حرفی نداره. این خیلی با اهمیت تلقی شد، حرف بیرون آقای بنی گانتس، خیلی ها گفتن. البته خیلی ها معتقدن آقای نفتالی بنت نخست وزیر چنین عقیده‌ای نداره، چون به لحاظ حزبی هم آقای گانت میانه روتر از آقای بنت. ولی به هر حال فاکتور اسرائیل رو هم نباید از نظر دور داشت. درسته. من قبلا هم عرض کردم، حدسم اینه این بنبستی که سمت آقای بایدن از اینی که الان هست عقب‌تر نمیتونه بره بایدن. بایدن نمیتونه سپاه رو از لیست سازمان تروریستی که ترامپ گذاشته در بیاره، برای اینکه قانون کاتسای مصوبه 2017 کنگره الزامش میکنه بره کنگره
توجیه کنه و اونجا هم نمیکنن، حزب خودش هم نمیکنه. بنابراین این که اینجا آمریکا وایستاده، آخرین پیشنهاداتش که خب خود خامنه ای و رئیسی و مجتبی و اینا تو لیست تحریم آمریکا و اینا رو نمیتونه در بیاره، اینا یا اداره خزانداری آمریکا نمیتونه، گفتم اگر برجام هم امضا بشه یه شبه همه رو بر نمیداره، سیستم های بانکی و اینها رو باید کنترل کن زیر چشش باشه. آقای بایدن از این نمیتونه بره عقب‌تر، یعنی ترامپ در واقع زمین مینگذاری شده تحویلش داد. ایلیوت ابرامز اون اواخر گفت که ما همه رو بردیم ذیل سرفصل تروریسم که به این سادگی نمیتونن بردارن. آقای خامنه ای هم نمیتونه برجام بره بیرون، نمیتونه در جا بپذیره پیشنهاد آمریکایی ها رو، این بنبستی که صحبتشو میکردیم. به نظرم وقتی به اینجا میرسه به احتمال زیادی بچه برجام توافق خواهد شد، یه توافق موقت فعلا، حالا اندکی پول امریکایی آزاد کنن، یه خود شلش کنن، اون طرف هم همینجا وایسه یه کارایی رو بذاره کنار تا از این ستون به اون ستون برجه. خیلی احتمال داره یک کمچین فرمولی آخر شهری و در دست بگیره. ممنونم دکتر، ما به پایان وقتمون رسیدیم. ممنون ازت، مثل همیشه ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان، هماره برافراشته باد. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، کارشناس محلل و یار ما، همسفر ما، شما رو به پروردگار عاشق می‌سپارم. Thank you.